دوستان عزیز، یکی از بزرگترین شاعران امروز ایران، سراینده دفترهای ارغنون، زمستان، آخر شاهنامه، از این اوستا، دوزخ اما سرد، در حیات کوچک پاییز، در زندان، شکار، زندگی میگوید اما باز باید زیست. تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم و نویسنده کتاب‌های درخت پیر و جنگل، مرد جن‌زده، بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج، عطا و لقای نیمایوشیج امشب در جمع ماست. خانم‌ها و آقایان، آقای مهدی اخوان ثالث، بعضی از کتاب های شعر منه. سلام، اما همهش رو نمیخوام براتون بخونم، خیلی زیادی سه چرتش چرت پنج تش. هر شد که تشکر از شما که محبت کردین، تشریف آوردین و کسان که این مجلس امکان دیدار با شما ها رو، گپ زدن با شما ها رو، شعر خوندن برای شما رو برای من فراهم کردن، من ازشون سپاسگزارم. خوشحالم که در جمع هم زبانان و هم وطنان خودم هستم. خوشبختانه اینجا هم مثل بعضی جاهای دیگر در آلمان، شهرهای مختلفش که دیدم، خوشبختانه اینجا هم همزبانانی دارم، همدلانی شاید حتما، و این مجال به من داده شد که احیانا شعری برای شما داشته باشم، سخنی، گفتگویی. من اهل بعضی چند و چون ها نیستم. من آدمی هستم که بودم، آدمی هستم و بودم که خواستم جاری باشم، یعنی همونجور باشم که هستم و همونجور که مرا زمانه من، جب و محیط من سوق میدهد، با آنچه از من به عنوان یک در کسوت خلق آدم، به عنوان یک آدم بودم و زیستم، گپی سخنی داشته باشم. حالا بر سبیل اتفاق این حالت جزم و بودن و جاری بودن در من گویا مقاومتر از دیگر حالات زندگی بوده و 30-40 سالی است با اجازه شما در یک سراتی مستقیم بودم، شعری سرودم، اسلوبی پیدا کردم
که در چند چون مسائل فنی و نقدیش من داوری نمی کنم، نمیتونم بکنم.